یک فرمانده طالبان در جنگ با جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر کشته شد. تشدید درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در ولایت پنجشیر. و طالبان یک دیپوی سلاح‌های دوران جهاد و مقاومت را در پنجشیر کشف و به جای نامعلوم منتقل کردند. باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای خبری ما با خبر شوید. مشروع اخبار 8 صبح در برگه فیسبوکش نگاشته است: تشدید درگیری ها میان جبهه مقاومت و طالبان در پنجشیر. 8 صبح پنجشیر. منابع محلی میگویند که درگیری میان نیروهای مقاومت ملی و طالبان در بلسبولی رخه ولایت پنجشیر شدت گرفته است. و گفته منابع، این درگیری از حوالی ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 10 جوزا در منطقه چمال ورده بلسبولی رخه آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. منابع میگویند درگیری زمانی آغاز شد که طالبان بر مواضع جبهه مقاومت در این منطقه حمله کردند. منابع تاکید میکنند که در این زد و خورد به طرفهای درگیر تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تاکنون معلوم نیست. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. نیروهای جبهه مقاومت و طالبان روز گذشته نیز در منطقه آستانه از مربوطات مرکز پنجشیر درگیر شدند. جبهه مقاومت ادعا کرده که در این درگیری بیش از 15 طالب کشته شدند. روزنامه صبح کابل در برگه فیسبوکش می نویسد: طالبان یک دیپوی سلاح‌های دوران جهاد را در پنجشیر کشف و به جای نامعلوم منتقل کردند. اخیراً یک ویدیویی از سوی طالبان نشر شد که نشان می‌دهد یک دیپوی سلاح و مهمات در بلسپولی پریان ولایت پنجشیر کشف و ضبط شده است. با این حال، منابع در پنجشیر بر روزنامه صبح کابل می‌گویند که طالبان حدود 2 هفته پیش یک دیپوی سلاح و مهمات دوران جهاد را در روستای کورپیتاب بلسپولی پریان کشف و به جای نامعلوم منتقل کردند. یک منبع گفت که این دیپو به عنوان موزیم از داشته های دوران جهاد مقاومت بود که از سوی جنرال قلندر بیگ تا امروز نگهداری می شد، اما طالبان بخشی از این دیپو را در روزهای ورودشان به پنجشیر بردند و بخش دیگر را به تازگی با خود بردند. با گفته منبع، وزارت دفاع پیشین میخواست که این دیپو را به مرکز انتقال دهد، اما سرانجام تصمیم بر آن شد که این موزیم همچنان باقی بماند و حتی چندین محافظ نیز برای نگهداری از سلاح و مهمات آن توظیف شده بودند. منبع تاکید کرد که این دیپو بدون هماهنگی مولوی قدرت الله ولی طالبان در پنجشیر انتقال داده شده و گفته می شود که طالبان آن را به پاکستان منتقل کردند. گفته می شود که این دیپو شامل سلاح‌های سبک و سنگین و حتی لباس‌های سربازان روسی که در جنگ افغانستان حضور داشتند بوده است. به اساس یک خبر دیگر، یک فرمانده طالبان در جنگ با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر کشته شد. روزنامه 8 صبح در برگه فیسبوکش نگاشته است: 8 صبح پنجشیر. منابع محلی از کشته شدن یک فرمانده مهم طالبان در پنجشیر خبر می دهند. منابع می گویند که این فرمانده طالبان قاری حمیدالله جاوید نام داشت و حدود 5 روز پیش در درگیری با نیروهای جبهه مقاومت در کوه آرزو از مربوطات ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به گونه شدید زخمی شده بود. به گفته منابع، قاری حمیدالله امروز جان باخت. منابع میگویند که این فرمانده طالبان در درگیری با افراد حسیب قوای مرکز از فرماندهان جبهه مقاومت زخمی شده بود. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. از آغاز هفته جاری تا کنون درگیری ها میان جبهه مقاومت و طالبان در مناطق مختلف پنجشیر دوباره شدت گرفته است. از همراهی نیکتان با این کانال تشکر. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.